تا چه اندازه واکسن‌های تولید شده و عرضه شده کرونا برای افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند و افراد سالمند مفید واقع میشه و آیا اونها رو مسون نگه می‌داره؟ این واکسن‌ها وقتی که تستاشون رو انجام میدن، یعنی اون فاز اول، فاز دوم، فاز سوم امتحانات بالینی، آزمایشات بالینی که انجام میدن، کلینیکال ترایلی که انجام میدن، بایستی روی افراد مختلف باشه، فقط روی یک طیف به خصوص جامعه نباس باشه. مثلا فقط روی جوان‌ها نبایستی باشه، بایستی روی افراد سالمند سال خورده هم باشه و افرادی که بیماری های پیش زمینه ای مثل دیابت، مثل بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی، اینجور چیزها دارن. بله، این کار انجام شده روی این واکسن هایی که الان در حال حاضر پیش روی در حقیقت واکسن های جدیدی که به بازار داره میاد هست، به خصوص واکسن مدرنا، واکسن فایزر و بیو انتک، به خصوص واکسن دانشگاه آکسفورد و استرازنیکا که همین چند روز پیش اعلام کردن که روی افراد سال خورده به خصوص اثر بهتری داشته و ایمنی بیشتری تولید کرده این واکسن اونها. در حقیقت اینه که 100% روی افرادی که سنین بالا دارن و بیماری های پیش زمینه ای مؤثر بوده، ولی خب بایستی باز مواظب بود. مثلا افرادی که بیماری سرطان دارن و مجبور هستن از داروهای شیمی درمانی استفاده کنن، رادیوتراپی بکنن، این مسائلی که باعث میشه به طور کلی ایمنی بدنشون پایین بیاد، ایمنی بدن کم بشه، میتونه واکسن، اگر به خصوص واکسن زنده‌ای باشه، یعنی واکسن نباشه که ویروس در حقیقت کشته شده باشه، ویروس ضعیف شده باشه، میتونه درد سرساز باشه براشون، برای اینکه اونها به طور عادی ایمنی بدنشون پایین هست و خب این واکسن هم که وارد میشه تحریک میکنه اون سیستم ایمنی بدن رو و اینها به کل بدنشون وارد یک باز دیگری میشه از نقطه نظر ایمنی بدن و ممکنه گرفتاری های تولید بکنه، ولی اون خب یک طیف به خصوص و نسبتاً کمتری هستن از کسانی که بیماری های زمینه ای دارن، مثلا دیابت یا بیماری قلبی یا اینجور چیزها. آیا جمعیت های در نظر گرفته شده برای تست انسانی واکسن های کرونا به اندازه کافی این اطمینان خاطر رو برای کاهش تبعات و عوارضشون به انسان میده؟ چرا که تست های انسانی هرچقدر در جمعیت های بیشتری اجرا بشن ضریب اطمینان بیشتری هم قاعدتا دارن؟ بله 100%. ببینید، این اصولا کار تولید واکسن به طور کلی و این فازهای مختلفی رو که بایستی بگذرونه، ببینید از پیش بالینی شروع میشه این کار و بایستی اون تستای اولیه بشه، بعد وارد فاز اول که میشه با تعداد بسیار کمی، اندکی، ده ها نفر شاید فقط انجام بشه و اون تست اولیه بشه، که این کار رو ماها پیش اینها انجام دادن. به طور عادی برای تولید یک واکسن، میدونید صحبتش هم شده، این ماها سالها طول میکشه این کار، میدونید، یعنی یک واکسن عادی، واکسنای مثل واکسن سرخک، آنفولانزا، اینها وقتی که تولیدش میخواستن بکنن چندین سال طول کشیده تا اینها تولید شدن و به بازار اومدن. ولی اینجا الان چون با این موزل بزرگ بیماری کرونا روبرو هستیم و یک خطر بزرگی برای بشریت الان در حقیقت هست، تمام این کمپانی ها، دانشگاه ها، اینها شدیداً به این کار صبح و شب 24 ساعته واقعا مجبور هستن که این کار رو انجام بدن و این فازهای مختلف، میدونید، فاز یک، فاز دو، فاز سه. در فاز یک معمولا تعداد خیلی کمی، همونطور که گفتم، ده ها نفر رو استفاده میکنن، در فاز دو مشارکت با صد ها نفر خواهد بود و فاز سه که الان بیشتر این واکسن ها به اونجا رسیدن با شرکت هزاران نفر انجام میشه. الان واکسن مثلا آکسفورد اگر اشتباه نکنم روی 70,000 نفر در 2 یا 3 کشور داره
انجام میشه. واکسنی که روس‌ها راجعش هم صحبت کردن، واکسن اسپوتنیک اسمش رو گذاشتن، این واکسن الان روی 19,000 نفر تست شده. واکسن هرچی که خب مراحل بالاتر میره روی تعداد و افراد بیشتری تست میشه و اون وقت اون آماری که به دست میاد، اون داده هایی که به دست میاد از این فازها میتونه مطمئن اطمینان بیشتری میشه به اون داده ها داشت و در نتیجه وقتی که به مرحله تایید واکسن میرسه به از نظر مقررات داروسازی و مقررات دولت‌های مختلف یا مقررات جهانی که وجود داره، اون وقت هستش که این کار رو راحت‌تر انجام. وقتی شما نشون بدید که واکسنتون روی 200,000 نفر مثلا تست شده، نتیجهشان کاملا رضایت بخش بوده. الان میبینید بیشتر کمپانی‌های داروسازی صحبت از این میکنن که واکسن ما 90% مؤثر بوده، واکسن ما 95% مؤثر بوده، مثلا به این شکل. این علتش همینه که روی این تعداد زیادی که انجام دادن نتیجه مثبت بوده و نتیجه مؤثر بوده. آیا تکنولوژی به کار گرفته شده برای ساخت واکسن کرونا در میزان اثرگذاری اون در ایجاد ایمنی اثر داره؟ بسیاری از این واکسن ها خب میدونید از اون در حقیقت قسمت ژنتیکی، اون المان ژنتیکی ویروس استفاده میکنن و اون رو داخل یک ویروس دیگه به نام ادنوویروس میکنن که اون رو در حقیقت ضعیفش میکنن و با اون این رو وارد بدن انسان میکنن. مثلا خیلی از این واکسن ها که الان داره تولید میشه، واکسن استرازنکا یا واکسن های دیگه، به این صورت هستش. الان مثلا روس ها مدعی شدن که اون میدونید اغلب این واکسن ها هم باید در دو نوبت زده بشه، نوبت هاشون هم معمولا یه چیزی بین 2 هفته تا 3 هفته، بعد بلکه 4 هفته تا 28 روز، یعنی از 14 روز تا 28 روز فاصله دوتا در حقیقت تزریقی هستش که بایستی زده بشه. و اینه که مثلا روس ها معتقدن که اون تزریقی که میکنن، واکسن اولیش، اون تزریق اول رو در حقیقت با یک نوع ویروسی که اون ماده ژنتیکی ویروس کرونا رو درش گذاشتن تزریق میشه، تزریق دوم با ویروس دیگه زده میشه که این خودش باعث میشه که میدونید بدن بیشتر اون در حقیقت واکنش مصونیت یا واکنش ایمنیش رو نشون بده کاملا و بتونه بهتر بدن در حقیقت یک سیستم ایمنی بهتری رو به کار بندازه بر علیه ویروس. حالا انگلیس ها طرز دیگری انجام دادن، آمریکایی ها طرز دیگری، بیشترشون بعضی هاشون روی اون المنت RNA یا اون ماده ژنتیکی RNA ویروس کار کردن و اون رو استفاده کردن، بعضی ها روی اون شاخک های پروتئینی در حقیقت ویروس هست. و اسپوتنیک چند درصد اثر داشته؟ گفتن 90%، اونها هم روس ها معتقدن که 90% و از الان هم شروع کردن، خود دولت روسیه که سفارش داده بهشون، دولت های دیگه، کشورهای دیگه هم سفارش دادن که امیدوارم رابطه‌ای که ایران داره با در حقیقت این کشورهای مثل چین و روسیه، حالا چین رو دقیقا نمیدونم مؤثر بودن واکسن هاشون چون هنوز مراحل خیلی پایانی رو به اون صورت شاید انجام ندادن، ولی واکسن روسی رو اقلن بتونن بگیرن استفاده بکنن که این فاجعه ای که در ایران الان وجود داره برای کرونا رو بتونن یک کمی تحت کنترل درارن. ولی دولت مجارستان مثلا در اروپا، در اتحادیه اروپا، بر خلاف اون چیزی که اتحادیه اروپا گفته، فعلا ما با واکسن روسی کاری نداریم و فقط همین واکسن در حقیقت مدرنا و فایزر بیو انتک رو استفاده میکنیم. دولت مجارستان هم رفته و مذاکراتی کردن با روسها و تعداد زیادی سفارش دادن الان، که یه خورده بحث انگیز بوده تو سر و صدای این موضوع هم در اومده همین یکی دو روز اخیر. در ایران روزانه بیش از 13,000 نفر مبتلا شناسایی میشه. آیا واکسن کرونا برای افراد مبتلا هم مفید هست؟
به طور عادی الان تا اون چی که تا به حال نشون داده میشه، میتونید خیلی موارد هنوز نامعلومی در مورد با این ویروس کرونا وجود داره، چون واقعا الان داریم میرسیم به سالگرد وقتی که این بیماری شیوع پیدا کرد، یعنی همین نوامبر دسامبر سال گذشته اگر خاطرتون باشه وقتی بود که علائم اولیه و در حقیقت شواهد اولیه این ویروس از چین و اونجاها بیرون اومد که ما متوجه شدیم. ولی اشخاصی که میگیرن به طور عادی معمولا حالا اون چه کتاب حال نشون داده یک چیزی شاید حدود 6 ماه اون در حقیقت آنتیبادی خودشون، اون پادتن خودشون که تولید شده بر علیه این ویروس در بدنشون وجود داره. من خودم همین چند ماه پیش آزمایش رو کردم و کاملا نشون میداد، مادرم همینطور، جزو یک برنامه بودن که نشنال هلس انگلستان انجام میداد به امپریال کالج لندن و ایشون هم همین چند ماه پیش، 2 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم، آزمایش دیگه ای روشون انجام شد که نشون داد پادتن وجود داره. ولی خب این پادتن آنتیبادی کم کم اثرش رو از دست میده، مثل همه بیماری های دیگه. ببینید شما واکسن آنفولانزا که میزنید یا وقتی آنفولانزا میگیرید دیگه فوراً پشت سرش آنفولانزای بعدی رو نمیگیرید، شاید یه چندین ماه طول بکشه تا اون بیماری رو بگیرید. این کرونا به احتمال قوی همینطور هست، بعد از 6 ماه معمولاً دیگه شاید اون مقدار آنتیبادی یا پادتنی که در بدن اون انسان هست کم 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 و کمتر شده و اثرش رو از دست داده. بسیاری از کشورها واکسن کرونا رو وارد کردن و دارن برای تزریق واکسن برنامه ریزی میکنن. در این بین این سوال برای مردم ایران وجود داره که سهم اونها از واکسن کرونا چیه؟ فکر میکنید واکسن چه زمانی به دست ایرانیان میرسه؟ خب والا بستگی به نظر و برنامه کاری این در حقیقت اون ستاد بحران کرونا که الان در ایران هست، نمیدونم به چه صورت و تا چه حد اینها میتونن کار رو انجام، به خصوص با این مسائلی که همین چند روز اخیر اتفاق افتاد و 2 نفر از مقامات عالی رتبه وزارت بهداشت استفاده دادن، آقای دکتر ملک زاده و کسان دیگه، میدونید یعنی یک اختلافات شدید درونی وجود داره در این دستگاه های دولتی ایران که به نظر میرسه هیچ برنامه منسجم و درستی ندارن. الان دولت جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنه یه چیزی حدود 7 بیلیون دلار بایستی مبلغی هستش که پیش کره جنوبی دارن که بایستی از اونها بگیرن به خاطر نفت و مواد نفتی که به کره جنوبی فروختن طی چند سال گذشته. 7 بیلیون دلار اونجا دارن. اگر برنامه درستی وجود داشته باشه بایستی فوراً به دولت کره بگن که این 7 بیلیون دلار رو شما نگه دارید، در مقابلش به ما واکسن کرونا بدید، چون مسلماً کره جنوبی برنامهش درسته، همونطور که بیماری رو کاملا هم تحت کنترل قرار دادن و نگه داشتن طی این ماهای اخیر به خصوص، و اینطور کاری باستی انجام بدن. میدونید یعنی الان البته دولت ایران معتقد هستن که چند برنامه در کنار هم دارن. همین آقای مناطی در حقیقت وزیر بهداشت ایران گفته که در حقیقت خرید از تولید کننده خارجی را در برنامه دارن، سرمایه گذاری در تولید مشترک واکسن رو با شرکت های مختلف دارن و تولید داخلی، تولید واکسن در داخل ایران. البته اون من حتی شنیدم با کسان و دانشمندانی که در ایران هستن و متخصصی که هستن در تماس بودم، حتی شروع کردن مثلا تولید همین در حقیقت آنتیبادی نسبت به بیماری کرونا رو در گاف ها شروع کردن، گاف های شیفته شروع کردن تولید کردن که بتونن در اون شیر اولیه‌ای که از گاف گرفته میشه بعد از زایمان در اون مقدار زیادی از این آنتیبادی تولید شده باشه که بعد بتونن اون رو روی مریض ها استفاده بکنن. کار درستی هم هست، نسبتا کار غلطی نیست، ولی خب اینها تا چطور باید تست بشه، میدونید اون مراحلش رو بگذرونه، مراحل کلینیکی و بالینیش رو بگذرونه تا بیاد به بازار،
هنوز اینها واقعا معلوم نیست. الان دو تا از واکسن هایی که در ایران دارن تولید میکنن هنوز مجوز برای آزمایش انسانیش رو کامل نگرفته، یعنی میدونید همون فاز اولش رو هم هنوز خیلی وارد نشده که بخوان برن. یک راه طولانی دارن. بهترین راه برای ایران به نظر من اگر بتونن و بودجه رو صرف کارهای دیگه نکنن این بودجه ها رو و بگذارن تخصیص بدن این بودجه رو برای خریداری واکسن، حتی همون واکسن روسی، واکسن اسپوتنیک هم اگر بتونن تهیه بکنن خودش میتونه واقعا گشایش بزرگی باشه برای وضعیت. اگر شما بخواید شخصا بین واکسن های موجود انتخاب بکنید، فکر میکنید کدام یک گزینه مناسب تری برای تزریقه؟ واکسنی که الان در حال حاضر بیش از همه روش صحبت میشه، واکسن مادرنا در آمریکا، واکسن کرونا شرکت فایزر و بیو انتک و واکسن استرازنکا آکسفورد بریتانیا، هر ستاش به نظر من اینها قابل استفاده هست و اطمینان میشه داشت بهش. ببینید کمپانی داروسازی فایزر یا کمپانی استرازنکا، اینها کمپانی های کوچیکی نیستن، اینها کمپانی های مالتی نشنال هستن. اگر کوچکترین گرفتاری نسبت به محصولی که به بازار ارائه میدن داده بشه، میدونید اصلا داغون میشه اون کمپانی، اون شرکت از بین خواهد رفت، سهامش اصلا از بین میره. میدونید اینها رپیوتیشنشون، اون آبرو و احترامی که در حقیقت در جامعه داروسازی دنیا دارن براشون از هر چیزی مهمتره. اینه که محصولی که به بازار ارائه میدن تا مطمئن نباشند، میدونید تا 100% مطمئن نباشند که اثرش رو داره، نخواهند داد. اینه که من فعلا روی این سه تا واکسنی که صحبتش میشه، همونطور که گفتم بهتون، بیشتر اطمینان دارم و حتی خودم هم واقعا بیادش خواهم زد. حالا واکسن روسی هم معتقدن، روسا هم واقعا کاراشون، کارای علمی روسا و تحقیقات و چیزایی که انجام دادن اطمینان بهش بوده. چین رو حقیقتش واقعا نمیتونم بگم، چون در آزمایشگاه های مختلف و جاهای مختلف انجام دادن، حتی یک شوخی هم الان روزبان میکنن که تنها جنس مرغوب و خوب و چیزی که چین بیرون داده این سالها این ویروسش بوده، چون خیلی خوب داره عمل میکنه، بقیه جنساشون که خیلی چیز جالبی نیست و به اون صورت. و اینه که از اون نظر نمیتونم بگم، ولی مسلمن اونها هم اگر تست بکنن درست و نتایجشون رو بیرون دادن، نتایج رو میدونید فقط نتیجه بیرون دادن کافی نیست، نتایج رو بایستی به ژورنال‌های معتبر علمی دنیا بفرستن، مثل ژورنال لانست و اینجور چیزها بفرستن که اونجا روش بررسی بشه، دانشمندان ببینن نتایج رو نگاه بکنن و وقتی که مطمئن شدن و پابلیش شد، چاپ شد اون نتایج، اون وقت هست که شما میتونید اطمینان حاصل بکنید که اون واکسن درستی و قابل استفاده.